سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چلنگی هستم. با شما عزیزان خواهیم بود در ساعت پیش رو 8:30 شب به وقت تهران، 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن آفتابی. در این شماره از برنامه تفسیر خبر و در این بخش از برنامه میپردازیم به عرصه اقتصاد در ایران، آنچه که در این عرصه در ایران میگذرد، به ویژه در ارتباط با سفره مردم ایران. چرا پولدارها در ایران روز به روز پولدارتر میشوند و فقیران فقیرتر؟ فساد به کجا رسیده است؟ شهرام جزائری از زندان آزاد شد و تسهیلات تازه‌ای در ارتباط با وضعیت مالی بابک زنجانی ایجاد شده است در ایران و خارج از ایران. و نگاهی خواهیم داشت همچنین به پیامدهای اقتصادی و زیانبار آنچه که توسعه طلبی اتمی ولایت فقیه خوانده می شود برای مردم ایران. با من و شما هستند آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده عزیز با سلام به شما. سلام به شما آقای چلنگی، سلام به بینندگان شما. آقای تقی‌زاده، خب بینندگان عزیز نیاز به معرفی بیشتری ندارن، من فقط این نکته رو بگم. از این پس من تصمیم داریم در برنامه های مختلف تفسیر خبر عنوان دکترا رو فقط برای پزشکان استفاده خواهیم کرد. آقای تقی‌زاده باید گفت دکتر رضا تقی‌زاده، به هر حال نیازی هم به گفتن نبود، شما همه عزیزان میدونید. آقای تقی‌زاده، به عرصه اقتصادی ایران که نگاه میکنیم خبرها متناقضه. برخی میگن رو به این هستش که تورم از بین بره، برخی ها میگن خیر چنین نیست. تفسیر شما رو میشنویم با توجه به انتشار گزارش بانک جهانی، گزارش اخیر بانک جهانی. اول به شما تبریک بگم آقای چلنگی که تصمیم گرفتید عنوانهای دانشگاهی رو به خصوص دکترا از کسانی که در برنامه شما هستن بگیرید. امیدوارم یک الگویی باشه برای جمهوری اسلامی، برای ایرانیهای خارج از کشور و بقیه برنامه ها. واقعا چه ضرورتی داره که بگیم آقای دکتر حسن حسین تقی و نقی این چه وزنی اضافه میکنه به گفتگویی که ما خواهیم داشت یا گفتگویی که ترتیب میدیم؟ برحال بپردازیم آقای چلنگی بعد از این تبریک به مسائل اقتصادی ایران امروز. همونطور که شما اشاره کردید، این پیشبینی بانک جهانی است. البته بانک جهانی برای پیشبینی رشد اقتصادی در کشورها واقعا شهرت بسیار 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 بدی داره. این رو 3 بار تکرار کردم تا تاکید بکنم که آمار و ارقام به خصوص پیشبینی های بانک جهانی در مورد کشورهای جهان سوم هرگز مطابق با واقع نبوده. یکی از علل درست در نیامدن این پیشبینی ها این است که آمار ارقامی که بانک جهانی میگیره و یا حتی صندوق بین المللی پول از دولت های رسمی میگیره، یعنی زمان آقای احمدی نژاد همین مؤسسه اعلام میکنه که ایران دارای 3 درجه رشد اقتصادی است، چرا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در زمان دولت احمدی نژاد این آمار رو داده و حالا آماری که میگیره از دولت آقای روحانی است. سال گذشته اعلام میکنه که رشد اقتصادی 0 است. حالا با پیشبینی ها یا خوشبینی هایی که
دولت تدبیر و امید داره نوید میده در طول 2 سال آینده رشد اقتصادی به 2% میرسه، ولی اعلام نمیکنن که منابع رسیدن به این رشد اقتصادی چیه. معمولا عوامل مؤثر در رشد اقتصادی ایران طی سالهای گذشته رشد تولید نفت و یا افزایش قیمت نفت در بازار بوده. این دو عامل الان در جهت منفی در جهت مخالف با اقتصاد ایران عمل میکنند. یعنی در این حال که قیمت نفت در بازارهای جهانی از 100 دلار تا 110 دلار به 90 دلار کاهش پیدا کرده، صادرات نفت ایران افزایش پیدا نکرده. یعنی هم از نظر حجمی و هم از نظر قیمت بزرگترین منبع درآمدهای ارزی ایران که باید تزریق بشه به بخش تولید و باید افزوده ارزش رو در اقتصاد ایران نشون بده، رشد منفی دارن و پیش بینی نیست که در سال آینده وضعیت بهبود پیدا بکنه. حالا از کجا دولت آقای روحانی مقدمتاً و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مرحله بعد میتونن پیش بینی بکنن رشد اقتصادی که سال گذشته همین دولت اعلام کرده 6% منفی بوده، در حقیقت 5.68% میتونه با 8% رشد به جایی برسه که رشد منفی رو جبران بکنه، 2.5% رشد مثبت هم نشون بده. آقای تغییرزاده، رشد اقتصادی هر چی که باشه، آیا نباید مردم حاصل اونو بر سفره خودشون حس کنن؟ یا از یه میزانی که بره بالاتر چنین خواهد بود؟ نه، این عامل دومی است که شما به درستی به اون اشاره میکنید. تنها کسانی که در داخل ایران زندگی میکنن اسفبار بودن وضعیت اقتصادی، وضعیت معیشتی طبقه ای که تا چند سال پیش خودشون رو طبقه متوسط میدونستن و طبقه ای که طبقه کم درآمد تر جامعه هستن رو ببینن. نمیدونم شما این سایت رو دیدید آقای چالنگی یا خیر، نشریه تایمز یک سایت منتشر کرده که در اون ثروتمندها، نوکیسه ها و جوانهای نوکیسه ایرانی رو به سبک اون چیزی که در شروع دهه 80 در روسیه شکل گرفت رو نشون میده، با اتومبیل های چند صد میلیون تومانی، گاهی چند میلیاردی، تلفن هایی که روش جواهر نقش شده و ساعت هایی که باید حتی دست دوممون رو با قیمت چند ده هزار دلار خریداری کرد. این در وضعیتی است که واقعا اکثریت مردم، یعنی بیش از 60 یا 70% جمعیت شهرنشین، در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری به سر میبرن. میزان تورم به شکل سابق باقی مونده و اگر رشد غیر عادی نداشته به علت رکود رکودی است که الان اقتصاد ایران درگیر شده، یعنی مبادله صورت نمیگیره. این رکود تورمی که وضعیت امروز ایران رو در خودش گرفته یقینا اثر مستقیمش رو بر زندگی مردم به شکل منفی حفظ خواهد کرد و دولت آقای روحانی هیچ نشانه ای دال بر ایجاد کار یا افزایش رشد اقتصادی تا اونجایی که به زندگی مستقیم مردم مربوط میشه ارائه نکرده، فقط به روی طرحهای کاغذی تکیه دارن و نوید دادن برای آینده. ببینید، تمام تلاش‌ها ظاهرا در این مسیر هست که همه مشکلاتی که فعلا موجود هست و از پیش هم موجود بوده و از سر احمدی نژاد کاسه کوزا شکسته بشه. حرف من به هیچ وجه دفاع از آقای احمدی نژاد نیست، به هیچ وجه، اما این بهره‌مندی کل نظام از این موضوع مورد سوال من هست. یعنی آمدن و همه خرابی ها و مشکلات رو ناشی از 8 سال ریاست جمهوری احمد نژاد دونستن، انگار که پیش از اون همه چیز روند منطقی داشت در زمین های مختلف از جمله اقتصاد. آیا خود روند اوضاع در زمان احمدی نژاد ادامه همون روند پیشین نبوده؟ احمدی نژاد آیا محصول همون روند پیشین نبوده، دست کم در زمینه سیاست های اقتصادی؟ بدون تردید آقای چالنگی، ما شاید در یکی از گفتگوهای گذشته به این نکته اشاره کردیم که نماد سلامت اقتصاد کشور میتونه قدرت یا ضعف پول ملی اون کشور باشه و ما در طول 36 سال گذشته شاهد روند نزولی بدون تغییر پول ملی ایران یعنی ریال بودیم و این پدیده ای نیست که فقط در زمان آقای احمدی نژاد شکل گرفته باشه. بنابراین همونطور که شما اشاره کردید، این روند از ابتدای انقلاب اسلامی سیر نزولی خودش رو در پیش گرفته، ادامه داده و تا به این جایی رسیده که امروز
ریالی که 36 سال پیش میتونست 70 عدد اون در مقابل یک دلار آمریکا قرار بگیره، حالا باید 50,000 از اون رو در کنار یک دلار آمریکایی قرار داد. تازه اگر کسی با این قیمت بخره فکر میکنه که اون روز کاسبی خوبی کرده و سودی برده. بنابراین آقای احمدی نژاد فقط به قول فرنگی ها مثالی هست که میگن بز فراریست یا بزیست که بایستی در این مورد گناهکار نشون داده بشه. سوال دیگه این است که واقعا آقای احمدی نژاد رو از کره مریخ آوردن یا از درون همین جامعه حکومت اسلامی در اومده؟ یعنی همین نظارت استصوابی و همین تاییدیه شورای نگهبان و همین تاییدیه نهایی رهبر جمهوری اسلامی او رو به دولت رسونده، این همین کسی است که آقای علی خامنه ای او رو از نظر تفکر و نظر مدیریت و نظر اهمیت به خودش نزدیکتر از یار قدیمیش یعنی آقای رفسنجانی معرفی میکنه. بنابراین این دولت جمهوری اسلامی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامیه، حاکمیتی که دولت بعدی میخواد او رو از ظاهراً بحرانی که درگیرش هست خارج بکنه و همه تخم مرغ‌های خروج از بحران اقتصادی رو در سبد مذاکرات به اصطلاح اتمی گذاشته، ولی رهبر جمهوری اسلامی، نظامی‌ها، اصولگرایان مثل لوله شکم دهانه بطری اون رو سفت گرفتن و اجازه خروج از این بحران رو نمیدن. خب دولت آقای روحانی هم باز بخشی از این حاکمیته. ما بایستی که شکایت از دولت آقای روحانی و دولت آقای احمدی نژاد رو به کجا ببریم؟ اینها هر دو بخشهایی از یک مجموعه حاکمیت مساوی هستند. آقای تغییرزاده ببینید، به تازگی آقای شهرام جزایری از زندان آزاد شده، صحبت‌ها و گزارش‌های تازه‌ای هم درباره وضعیت آقای بابک زنجانی هست. از جمله الان هم داره یه گزارش‌های تازه‌ای که حتی به صدا و سیمای ولایت یعنی رادیو تلویزیون هم قرار پول‌هایی داده آقای بابک زنجانی، که می‌دونیم هر دوی این آدما به خصوص بابک زنجانی شخص تنهایی نیست در این مجموعه، اما یه همچین ابعاد گسترده‌ای از فساد مالی و حیف و مید هر چی که اسمشو بذارید آیا محصول چی هست و آیا در تاریخ معاصر ایران پیش از انقلاب تا حتی در زمان قاجاریه شما سراغ دارید؟ اولا پیش از انقلاب یا زمان قاجاریه به خصوص چنین ثروتی وجود نداشت که چنین دزدی های کلانی صورت بگیره، ولی بالا رفتن ثروت به صورت اسمی توجیه عمق فساد در یک حاکمیت نیست. دلیل اصلی تداوم حاکمیت بر قدرت. هر کجا که ما ضابطه‌ای برای مؤاخذه مسئول اجرایی نمی‌بینیم، نقطه آغاز فساد، تداوم در قدرت فساد رو اجتناب ناپذیر می‌کنه و این بلایی است که در طول 34 سال گذشته جمهوری اسلامی با اون دست به گریبان بوده و تا وقتی که این حاکمیت به همین صورت وجود داره یقینا فساد فقط دست به دست میشه. مسئله ای نیست که بشه اون رو تمام شده تلقی کرد. اون کسانی که شما از اونها اسپردید، آقای جزایری یا آقای بابک زنجانی، نمادهای کوچک و بزرگ فساد عمقداری هستند که شکل موجه شما امروز در اظهارات آقای احمدی مقدم رئیس نیروهای انتظامی میبینید، در درگیری لفظی که با یکی از معاونین وزارت نفت داشته. معاون وزیر نفت اصرار میکنه که اونها بدهکاریشون رو ندادن، با آقای احمدی مقدم میگه ما بخش اعظم بدهکاریمون رو دادیم و دنبال تامین بقیهش هستیم. ولی اصل بدهکاری سر کجاست؟ نیروهای انتظامی در حاکمیت جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت گرفتن، صادراتچی نفت شدن، دو محموله صادراتی از وزارت نفت تحویل گرفتن، ظاهرا پول یکیشو بابت حقوق کارکنانشون دادن، دومی رو هم حتما بابت باج سیبیل گرفتن. مجموع این دو محموله چیزی در حدود 300 میلیون دلار یا 200 خورده میلیون دلار. این فقط یکی از دستگردانهایی بوده است که دولت گذشته جمهوری اسلامی انجام داده و دارایی های ملی رو در اختیار واحدهای تحت حاکمیت خودش گذاشته بدون کمترین ضابطه، بدون کمترین حسابرسی. اگر یک هزارم این فساد در کشوری مثل بریتانیا صورت می‌گرفت، اگر نماینده مجلس در این فساد داخل بود استعفا می‌داد، اگر وزیری بود او رو برکنار می‌کردند. ولی در جمهوری اسلامی نه حسابرسی در کاره،
و نه کسی خودش رو موظف به حساب پرداختن میبینه. خب ببینید، همین دولت بریتانیا الان گفتن که برای آقای بابک زنجانی تحریم هایی اگر وجود داشته که جزئیاتشو شما خواهید گفت برداشته و این تحریم ها در مورد ایشون لغو شده. خبر چی هست آقای تحریم؟ ببینید آقای چالنگی، این خیلی اتفاق بزرگی نیست، این رو جمهوری اسلامی بعدا اعتراف کرد. بابک زنجانی وقتی که زیر فشار بود تا بخشی از این 3,000,000,000 دلار رو بیاره تحویل بده، مدعی بود که مقدار از این پولها رو در تاجیکستان و مالزی در بانک‌ها نگهداری کرده، ولی به علت وجود تحریم‌ها قادر به نقل و انتقال این پول نیست. وکلایی از طرف جمهوری اسلامی اسمن به نام بابک زنجانی در اروپا فعالیت می‌کردن تا ثابت کنن که این در کار نقل و انتقال نفت بوده یا نبوده و بتونن از دادگاه حکمی بگیرن دائر بر لغو تحریم‌هایی که اسم بابک زنجانی در اون بوده. در روند این کار قضایی چند شرکت وابسته به وزارت نفت و چند اسم من جمله آقای بابک زنجانی در این مراحل قضایی در اروپا موفق میشن که حکمی بگیرن دال بر لغو تحریم علیه اونا. ولی وقتی که این حکم لغو میشه، تازه جمهوری اسلامی اعتراف میکنه که بابک زنجانی در حسابهایی که مدعی بوده داره پولی نداره و بابت لغو تحریم ها جمهوری اسلامی منفعتی نخواهد بود. آقای طرح‌زاده، من یک پرسش دارم. این که ببینید پیش از انقلاب نسل من و شما به یاد داریم، کسانی که صاحب سرمایه‌ای بودند یا صاحب سرمایه‌ای به مرور شدند، اینها در واقع بیشتر در صنایع ایران کار کردند، یعنی کار میکردند و بعدم سرمایه‌ها به حدی نبود که امروز مثلا این بر اون بر میبینیم، یعنی یا در صنایع خودروسازی مثل برادران خیامی و بعد آقای محمود خیامی که از جا هستن درست باشن، و یا صنایع فولاد رضایی و یا صنایع دیگه که تمام کسانی که صاحبان سرمایه بودن، حرف من این هست، صاحب به اصطلاح صنعتی خدمتی کاری بودن که هر کدام هر جا که هستن تندرست باشن، همه کسانی که به ایران خدمت کردن. اما روند اوضاع رو در ایران پس از انقلاب که بررسی میکنیم، یک مرتبه سرمایه های اولا غیر قابل قیاس ما با گذشته میبینیم و سرمایه های نجومی به معنی میلیارد دلاری به معنی. الان روند دست یافتن به چنین سرمایه هایی یا رسیدن به چنین سرمایه هایی یا تولید هرچه که از چی هست واقعا در جمهوری اسلامی؟ که بابک زنجانی ها نمادش هستن، شهرام جزایری ها یا بقیه چیه؟ اول چون اشاره کردید آقای چالنگی به حضور مؤسسات تولیدی بزرگ پیش از انقلاب، من یک توضیح کوچک در مورد روند شکلگیری سرمایه و نحوه جذب سرمایه خارجی پیش از انقلاب بدم. شاه فکرش این بود که مجموعه های بزرگ صنعتی در ایران شکل بگیره که بضاعت و ظرفیت مالی هم داشته باشن. به این علت آدم های نظیر کسانی که شما اسپردید، من جمله آقای علی رضایی و غیره، در کنار مجموعه های صنعتی و تولیدی که داشتن، ظرفیت های بانکی هم ایجاد میکردن و قرار بر این بود که قدرت بانکی و پولی ایران هم به همون نسبت که صنعت رشد میکنه افزایش پیدا بکنه، در حقیقت یک نوع پشتیبانی بکاپ باشه برای رشد صنعتی که شاه و برنامه‌ریزهای اقتصادی پیش از انقلاب ایران در ذهن داشتن. این کاری است که کره جنوبی انجام داده، قبلا ژاپن انجام داده، و شما شرکت‌های قولاسایی نظیر میتسوبیشی یا نظیر سونی و غیره رو میبینید که همه یک نهادهای مالی هم در کنارشون قرار دارن. این وضعیت در طول 10 سال پیش از انقلاب در حال شکل گرفتن و انسجام بود و با توجه به اینکه رشد اقتصادی در ایران خیلی بالا بود، سال ما قبل انقلاب بالاترینش در تمام دنیا بود، 8.5% کشورهای خارجی سرمایه هاشون رو یا بانک ها و سرمایه گذارهای خارجی به ایران می بردن برای اینکه افزوده داراییشون یکی بالا بود، بالاتر از جاهای دیگه، همون جاذبه‌ای که الان در کشورهای آسیای جنوب شرقی وجود داره، و بعد امنیت سرمایه گذاری وجود داشت. به این دو علت پولهای خارجی به ایران جذب می‌شد، ولی ایران اینقدر دارایی خودش داشت که حتی قادر به
جذب دارایی های موجود اون روزش نبود. برخلاف امروز، محیط سرمایه گذاری در ایران امروز یکی از ناامن‌ترین محیط های سرمایه گذاری است. ضمن اینکه رشد منفی اقتصادی هم نشون میده در کنار تورم، که هیچ سرمایه گذار عاقل خارجی در گوشه ذهنش هم نمی گنجه که حتی یک دلار رو به امید سود بردن به ایران برای سرمایه گذاری ببره، در حالی که عکس این روند صادق شده. یعنی کسانی که دارایی های در ایران در اختیارشون هست، اون رو به خارج منتقل می کنن و چون متاسفانه نه زبان می دونن نه با محیط سرمایه گذاری آشنا هستن، این رو صرف خرید املاک می کنن. به این علت خیابان های بزرگی در تورنتو، در لس آنجلس، محله های حتی شکل گرفتن که ایرانیان تازه به دوران رسیده پول های چپاول کرده از ایران رو بونجه ها بردن. ولی این پول ها چطور به دست این جماعت در ایران میرسه؟ یک کلمه جواب این پرسشه: راندخاری. تنها کسانی به این پول ها دسترسی پیدا میکنن که یا عوامل دولت هستند و یا شریک های قدرت. شما به لیست 60 بزرگ سرمایه‌داری که جمهوری اسلامی الان داره نگاه بکنید، که بابک زنجانی در انتهای لیستم قرار نمیگیره، میبینید تمام اینها از وابستگان به قدرت هستند، از گروه مؤتلف هستند، اصولگرایانی هستند که در دولت قبلی بودن. آدمای کوچولوشون مثل آقای محصولی که در دولت آقای احمدی نژاد بود، چند ده میلیارد دلار دارایی، چند صد میلیارد تومان داراییش بود. امروز وقتی شما وزیر صنعت جمهوری اسلامی رو میبینید، میبینید 11 شرکت پتروشیمی ایشون به اسم خودش اقوام و انصار و اعوانش داره. آقای نعمت‌زاده، مالک بزرگ. خب دارایی ها اینطوری از تبدیل ساده دارایی ملی به اسم دارایی های شخصی شکل میگیره، بخشی از اونها میمونه برای ادامه این غارت و بخشی از اونها به صورت منظم چون امکان رشد در ایران نداره به خارج منتقل میشه. اینجاست که ما میبینیم 800 میلیارد دلار در طول 8 سال بخار میشه در ایران، به آسمان میره، در حالی که رشد اقتصادی ایران از مثلا 3.5% میرسه به 0.6 منفی. البته بخار نشد همونطور که خود شما اشاره کردین، نیست، یعنی به حسابهای بانکی همین حضرات منتقل شد و اصطلاح درستی است، از سفره مردم عملا بخار شد و به آسمان روحانیت حاکم در ایران رسید، چون تعبیری است. در دبی ما چقدر سرمایه داریم؟ یعنی مردم ایران چقدر سرمایه های منتقل شده شون در دبی هست که دیگه مربوط به مردم نیست، مربوط به همین نظرات هست؟ هیچ کس نمیدونه آقای چالنگی واقعا ارزش دارایی های نزدیک به 150,000 ایرانی که در دبی زندگی میکنن چقدر هست، ولی میزان این سرمایه ها زیاد بود. یادم میاد حدود 10 سال قبل وقتی مقایسه میکردن دارایی خارجی کویت رو، میگفتن در حدود 150 میلیارد دلاره و این دارایی کمک کرد وقتی که کویت مورد هجوم عراق قرار گرفت به بازسازی دوباره اقتصاد این کشور. و الان کویت سال هاست که دارایی درآمدهای غیر نفتیش به درآمد مستقیم ناشی از فروش نفت میچربه، سر میکنه. دارایی های ایرانی های در کالیفرنیا دارایی هایی نیست که عموما از راه خارج کردن عوامل حکومت، دارایی عوامل حکومت شکل گرفته باشه. این در طول 35 سال گذشته تدریجا شکل گرفته و شاید ارزش کنونیش بسیار بسیار زیادتر از 150 میلیارد است که 10 سال پیش برآورد میشد. ولی در یک نقاطی مثل کویت یا شهر تورنتو، بخشی دیگری از شهرهای کانادا، شهرهای دیگری از ایالت کالیفرنیا به جز لس آنجلس، ما دارایی های تازه جوان ایرانی رو میبینیم که اینها از داخل کشور منتقل شدن. ولی در کویت شاید یک مثال دردناکی است. در کنار شرکت های چند صد میلیون دلاری یا چند ده میلیون دلاری که مربوط به این نوع ایرانی های تازه از ایران رفته هست، نسل تازه سرمایه دار شده های ایرانی، دارایی های دیگری هم هست که چوب حراج به اونها میخوره. این دارایی ها دختران جوانی هستند که
در زیرزمین‌های کویت تن فروشی می‌کنن، تنها دارایی که در اختیار دارن برای اینکه بتونن ارتزاق بکنن، در حالی که روی سطح شهر متأسفانه آسمان خراش‌هایی هست که در درون اون دارایی‌های بخشی از ایرانی‌های نوکیسه جمع‌آوری میشه و اونها فخر می‌فروشن واقعاً به اون کسانی که روی خیابون و یا شب‌ها در زیرزمین‌های دبی زندگی می‌کنن یا کار می‌کنن یا لذت می‌برن. بله، منظور همین سرمایه‌های غیر مشروع که از سفره مردم در واقع به غارت رفته و منتقل شده به اون سوی خلیج فارس. اما یک نکته هم هست آقای طرح‌زاده عزیز، این که گفته میشه برنامه اتمی جمهوری اسلامی جدا از مشکلات دیگه‌ای که برای مردم ایران به وجود آورده، یک عرصه هم هست برای همین حیف و میل های درآمدهای ملی مردم ایران که در همین حوزه هسته ای ولایت فقیه، در اونجا هم به هر حال یک موندونی گسترده و وسیعی هست برای گروهی. این اخبار و گزارش این زمینه تا چه اندازه بازتاب واقعیت هست؟ بدون شک اینطوره. بخشی از حاکمیت وضع موجود رو همسوی با میل به راندخاری خودش میبینه. اگر که وضعیت اضطراری هست، نیاز به عوامل سپاه زیادتره. اگر مردم ناراضی هستن، حاکمیت تکیش به ما بیشتر خواهد شد برای اینکه ما باید اونها رو حفظ بکنیم. بنابراین باز تمنای بیشتری برای راندهای تازه خواهیم داشت. اگر وضعیت اضطراری بود، دلیلی نداره که سیستم بانکی به صورت منظم کار بکنه. بنابراین تجارت چمدانی خواهیم کرد. وقتی به ما اجازه تجارت آزاد نمیدن، خب وقتی ما 12 بندر رو در اختیار سپاه داریم، چندین فرودگاه رو در اختیار سپاه داریم، اونها به صورت خودسر کار تجارت خارجی رو به صورت غیرقانونی انجام میدن. بنابراین منافع اقتصادی که عوامل درون قدرت میبرن ناشی از ادامه وضع موجوده، یعنی بحرانی کردن مناسبات خارجی، قطع رابطه با کشورهای آزاد اروپایی و بحرانی کردن وضعیت داخلی از طریق ندادن اجازه برای خروج پرونده اتمی از بنبستی که در اون گرفتار هست. بنابراین اگر اصرار بکنن و به این بهانه که آمریکای جهانخوار اگر بیاد امنیت ما رو دارای مخاطره خواهد کرد، بنابراین با اونها نباید سازش کرد و اتمی و غنی‌سازی حق ملی ماست، مردم رو به دنبال نخود سیاه میفرستن و دولت رو در امپاسی قرار میدن که امروز هست، تنها با این نیت که وضع موجود رو حفظ بکنن. و وضع موجود در طول 35 سال گذشته به زیان مردم و سود نوکیسه هایی بوده که 10 سال 15 سال در سپاه در لباس آخوندی یا در مجلس اسلامی یا در دولت کار میکنن و حاصل کار اونها میلیارد هایی است که از مملکت خارج میکنن و زندگی مرفه رو خارج از ایران دارن. آقای طرح‌زاده، علاوه بر عوامل دیگه مثل هوا و مواد غذایی و فشارهای عصبی، استرس هایی که مردم روزانه در تهران جای دیگه دارن و همه سرطان‌زا، اخیرا درباره همین اتمی صحبت میکردیم، انفجاری که در یکی از جایگاه ها تاسیسات هر چه که از اتمی روی داده، این هم خب نگران کننده است. یعنی در یک کشوری مثل ایران چنین نیست؟ شاید بعضی از عوامل نظامی در درون حاکمیت از این قضیه تا حدودی خوشحال هم باشند. ما دو نوع مذاکره داریم آقای چالنگی، یعنی جامعه جهانی با ایران، با جمهوری اسلامی. بخشی از اون سیاسی است با گروه 5 علاوه 1، بخشی از اون فنی است با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آژانس معتقد در طول 20 سال گذشته ایران پنهانکاری هایی کرده و همینطور کارهایی کرده که نشون میده به سمت دست پیدا کردن به بمب اتمی بوده. یکی از خواسته های آژانس این است که از مرکزی که مشکوک به آزمایش ماشه اتمی هست بازدید بکنن و این محل در پارچینه. پارچین محل تولید بخشی از مهماتی است که هم در گلوله هایی که توپخانه های جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنن و هم سوخت مورد مصرف موشک های جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میگیره. بخصوص بخشی از این مهماتی هستند که مربوط به موشک های بالستیک موسوم به خانواده شهاب هستند. یکی از این موشک ها، موشک سجیل، به جای سوخت مایع از سوخت جامد استفاده میکنه. گفته میشه 6 ساختمانی که روز یک شنبه دستخوش حریق شده
یا ممکن است مورد حمله قرار گرفته و به هر حال دچار آتش سوزی شده، طی این آتش سوزی 6 ساختمان از بین رفته که دست کم 3 انباری که از بین رفته مربوط به انبارهایی است که سوختهای جامد موشکهای قاره‌پیما یا به هر حال با برد متوسط جمهوری اسلامی اونجا نگهداری می‌شدند. این به هر حال یک دارایی ملیه، دارایی است که مربوط به سپاه یا هر کسی دیگری نیست، مربوط به ایران. این دارایی از بین میره، ولی از جهتی سپاهی ها شاید اظهار خوشحالی هم میکنن اگر دولت آقای روحانی چنان که در نیویورک قول داده بود فشارش رو میتونست افزایش بده و قانع بکنه رهبر جمهوری اسلامی رو که اجازه بازدید از پارچین رو بدن، حالا با این آتش سوزی، با این حادثه‌ای که یا عمدی یا در نتیجه حمله پیش آمده، بدون تردید اجازه بازدید از پارچین تا آینده غیر قابل پیشبینی منتفی میشه. و چون اجازه بازدید از پارچین الان امکان پذیر نیست، اون بخشی که مربوط به رفع ابهام از گذشته اتمی ایران میشه امکان پذیر نیست. در نتیجه دست پیدا کردن به یک توافق جامع اتمی عملا منتفی است. سپاسگزار هستیم آقای تقی‌زاده عزیز، با سپاس بسیار از شما. روز به شما خوش. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند در ادامه برنامه تفسیر خبر آقای منصور حسنلوی عزیز، فعال سندیکایی و کارگری در نیوجرسی. با سلام و خوش آمد به شما منصور خان گرامی. سلام و روز بخیر، سپاسگزارم. بله، در اینجا واشنگتن و شرق آمریکا روز هست، ساعت 8:30 شب به وقت تهران هستیم. البته الان فکر میکنم دیگه حدود 9 هستیم در تهران، 9 شب در تهران. و آقای حسنلوی، خبر نسبتا خوشی داریم، هرچند که وقتی آدم فکر میکنه که بازگشت یک زندانی به زندگی عادیش خبر بسیار بسیار خوشی است، اما از اساس نباید بازداشت میشد، از اساس نباید به زندان میرفت، از اساس نباید شکنجه میشد و همه این ظلم و ستمی که بر اون رفته وقتی به زندگی عادی باز میگرده. رضا شهابی عزیز، کارگر گرامی، بعد از بیمارستان ظاهرا با قید وثیقه میتونه به خونش بازگرده. بله، طبق اطلاعیه‌ای که همکاران ما در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه منتشر کردن، بالاخره آقای شهابی که بیش از 5 سال در زندان داره به سر میبره و 2 بار به بیمارستان آوردنش برای جراحی که در قسمت گردن و ستون مهرهاش داشت، بالاخره با قید وثیقه 200 میلیون تومانی که اونم با تلاش‌های زیاد همسرش و پشتیبانی همکاران ما در شرکت واحد تونستن برن این وثیقه رو طوری به کمک دوستان تهیه بکنن و رفت و آمدهای زیادی که همسر ایشون داشت، واقعا نمیدونم اینو من باید توضیح بدم که این همسران و خانواده‌های زندانی‌ها چند برابر زندانی ستم و عذاب میکشن، مخصوصا توی یه همچین شرایطی فکر میکنن حالا یه موقعیتی فراهم شده که همسرشون مرخصی بیاد به زندان بر نگرده، بارها باید برن دادستانی، برن نمیدونم سازمان زندانها، بعد به خود زندان مراجعه کنن، پزشکی قانونی برن، نامهای مختلف بگیرن بیارن ببرن اونجا، گاه ساعتها اینا رو میشونن تا یه جواب کوچیک بهشون بدن و خیلی رنج میبرن تا بتونن یه نامه‌ای رو بگیرن. به هر حال با تمام این سختی‌ها و این آسیب‌ها تونستن این نامه رو برای اینکه آقای شهابی رو به زندان برنگردونن بگیرن و دوستانی هم که شرافت انسانی و کارگری رو درک می‌کنن کمک کردن تا این 200 میلیون تومان وثیقه تهیه بشه تا رضا به زندان باز نگرده. نکته هم که مهمه بگم اینه که ستون فقرات و گردن رضا بر اثر شکنجه‌هایی که زیر بازجویا تو بند 209 بر ایشو اعمال شده به وجود اومده، یعنی رژیم شکنجه میده، آسیب میزنه، داغون میکنه، تازه بعد 200 میلیون تومان وثیقه هم بدهی که
بیای برای دوران استراحتت خارج از زندان باشی و مثلا به منزلت بری و اونجا حالا فیزیوتراپی داره، آب درمانی داره، کلی هزینه اینطوری هم داره که هیچ کدوم از این هزینه ها هم سازمان زندان ها و حکومت و دادستانی نمیپذیره. به هر حال سندیکای کارگر شرکت واحد از همراهی افکار عمومی جامعه کارگری و دیگر آزادگان عدالت طلب و کسایی که برای این آزادی و این بیرون از زندان آمدن رضا تلاش کردن، چه افراد، چه سازمان ها، چه ITF، کنفدراسیون بزرگ کارگران حمل و نقل در جهان، قدردانی کرده و آرزو کردن که همه کارگران زندانی آزاد بشن. رضا شهابی به طور خلاصه بفرمایید، حرف حسابشون چی بود؟ خب رضا شهابی یکی از همکارای ما بود که موقع سندیکا رو در سال 1384 موفق به بازگشایی شدیم و جلسات هیئت مؤسس بازگشایی رو گذاشتیم. ایشون هم خب خیلی خوب نزدیک 10 سال گذشته، جوان بودن، راننده بودن، آمدن و در جلسات سندیکایی کم کم شرکت کردن، به ما پیوستند و این جمعی که به عنوان هیئت مؤسس تشکیل شد و سپس هیئت مدیره سندیکا با رأی کارگرها در مجمع عمومی بسیار سخت 13 خرداد 84 تشکیل شد. ایشون هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکا اون موقع انتخاب شد. خواسته رضا شهابی خواسته همه کارگرها، زحمتکشا، حقوق بگیرها و مردم شرافتمند ایران است. زندگی بهتر، کار عادلانه، شرایط بیمه تامین اجتماعی منظم داشتن، بهره‌مندی و بهره‌وری از کاری که انجام میده و گرفتن دستمزد و اندازه‌ای که زندگی خودش و خانواده‌اش رو تأمین بکنه و آزادی فعالیت‌های سندیکایی و داشتن آزادی بیان، آزادی اعتراض و آزادی داشتن یک نشریه برای اطلاع رسانی در بین کارگرها و همه اینها همون خواسته‌های عمومی حقوق بشری و سندیکایی در همه جهان است. این خواسته ها خواسته های همه کارگران ایرانه، همه کارگرایی که برای حق و حقوقشون تلاش میکنن تا یه زندگی شرافتمندانه و یک آینده بهتر هم برای خودشون و هم برای خانوادهشون داشته باشن. اینها به نظر حاکمان جمهوری اسلامی جرم است دیگه، ولی خواسته ما در سندیکا همینا بوده، خواسته های رضا شهابی هم همینا بوده و این همه هزینه ما باید بپردازیم. یک ویدیو آقای اوسانلو برای ما فرستادن، خودشون یه توضیح مختصری میدن که درباره وضعیت زندان هست. از خود شما میشنویم پیش از اینکه پخش کنیم به طور مختصر. بفرمایید. بله، این ویدیو رو هم آقای رضا ملک که خودشون مدتی در جمهوری اسلامی در سرآغاز همین انقلاب 57 که همه فکر میکردن بهشت رو میخوایم بسازیم، اومدن و در بخش‌های اطلاعاتی سپاه زمان جنگ که اول انقلاب تشکیل شد کار کردن. بعد از اون به تدریج ایشون رو منتقل کردن به بخش‌هایی که سازمان اطلاعاتی بود و بعد شد وزارت اطلاعات و ایشون در حد یکی از مدیرکل‌های استان تهران فعالیت میکرد، به فکر خودش، به سود انقلاب، به سود مردم، برای اسلام و برای اون چیزهایی که قولش رو روزهای اول به همه مردم ایران داده بودن و مردم ایران رو اونطور کشوندن به اصطلاح میدونها و خیابانها. این آقای ملک هم در زندان من ایشون رو دیدم و بعد از این بود که 6 سال از انفرادیهاش گذشته بود و تازه آوردن توی بند عمومی، که سالن عمومی که تو داخل بند 209 انفرادی اوین هست و در اونجا هم حتی در جلوی چشم ما سر ایشون رو زدن شکون. یه روز صبح بوده که صبحونه آوردن بدن و خون جاری شد تمام اتاق گرفت و میخواستم ببرنش برای بهداری که نرفت و گفت میخواد منو بکشی. در مجموع 13 سال ایشون زندان کشیده شدیدترین وجه و در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای که زیر بار اون پیامی که خامنه ای داد که گفت اینها از خارج از کشور تغذیه شدن و اسرائیل به اینا خط داده، قبول نکرد و گفت این با فتوای خود مقامات حکومت و آقای خامنه ای و بقیه آیت الله مثل آیت الله نوری همدانی و دیگر آیت الله این حکمو دادن که اطلاعاتی اون 19 نفری که حالا به تعداد کمی دستگیر شدن تو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای این کارها رو انجام دادن و اون قتل‌ها رو کردن و تهمت مأمور اسرائیل بودن رو نپذیرفت و از همونجا پرونده اینها
صدا شد و ایشون بسیاری از مدارک، اسناد و پرونده ها رو در طی مدتی که فراری بود و نتونسته بودن بگیرنش در اختیار کسانی گذاشت که در کتاب های عالی جناب سرخپوش و یا قربانی شدن دموکراسی در پیشگاه دیکتاتوری که آقای گنجی، آقای باقی و روزنامه صبح امروز اون موقع منتشر میکرد، خیلی از اون اخبار و اطلاعات دقیق مربوط به کشتارها، شکنجه ها، قتل‌های زنجیری و قبل از اون بیشتر 400-500 پرونده ترور رو ایشون در اختیار اون دوستان قرار دادن و اونا منتشر کردن و بعد ایشون رو که تونستن به هر حال دستگیر کنن زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دادن که بیاد و اعتراف کنه که خودشون این کار کردن و سرخود بوده و با دستور مقامات حکومت مثل رئیس جمهور و رهبر و آیت الله های بالاتر از اینها نبوده، که ایشون زیر بار نرفت و نتیجه شد که خانوادهشو از هم پاشیدن و در زندان زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت. 6 سال در انفرادی شوخی نیست، یک روزش هم وحشت. شما خود ایشون رو گفتیم دیدید ترس؟ بله، من موقع از بعد سال 84 که از آخرای انفرادی بود، 7 ماه و 23 روز که از انفرادی قبل از اینکه شما رو به بند عمومی بدن یا آزاد بشی موقتا میارن یه سالونای اونجا، یه اتاقای بزرگتر 10-20 نفر میتونن توی همون بند 209 اطلاعات اوین باشن تا مراحل آخر اون بند 209 تموم میشه. بعد توی اونجا که ما آمدیم، اون اتاق بزرگتر که روبروی دفتر افسر نگهبان بند 209 تو طبقه پایین هست، ایشونو من اونجا دیدم. حدود 1 ماه خورده هم هر روز دیگه در کنارم توی اون بند بودیم و همونجا هم ایشون مورد حمله واقع شد. در حضور چشمای خود ما یه زندانی عادی آورده بودن که به نوعی خودش حکم خیلی سنگینی داشت، ایشونو در حضور جمع خراب کنن، داغونش کنن، چون ایشون هر لحظه از صبح بلند میشد تا شب فحش و فضیحت میداد و نعل و نفرین میکرد این آقای خامنه‌ای و خانواده‌شو که این شکنجه ها رو، این بلاها رو سر مردم آوردن و اینطور به اینها دروغ گفتن و این وجدان خودشو با اون فریادهایی که میزد و نفرین‌هایی که به خامنه‌ای و دیگر سران جمهوری اسلامی میکرد اینطور تسکین میداد، برای اینکه خفش کنن اونجا جلو چشم ما بشکننش، با لیوان بلوری خیلی سنگین اومد کوبید تو سر رضا ملک، اون زندانی که از زندان رجای شهر به 209 اوین و این اتاق جمعی آورده بودن. الان کجاست آقای؟ ایشون چند ماه تازه بالاخره بعد 13 سال از زندان‌های مختلف، بالا حالا با چه روابط و چه گرفتاری‌هایی، از زندان اومده بیرون و در خونه پدری خودش و یه بین دوستان خودش در جمع داره زندگی میکنه. منزل پدریشون هم همدان هست. الان اون وقت این ویدئویی رو که فرستادن یعنی مال ایشون هست چی هست؟ ایشون در رابطه با جنایت ها و شکنجه ها و اتفاقات بسیار بدی که برای بخشی از افراد که در بنیاد شهید بودن و زنان مربوط به اصطلاح بنیاد شهید بودن و ایشون ناظر بود و از نزدیک خودش رفت آمد داشت درباره این مسائل اینجا صحبت کرده و افشاگری کرده که این فیلم برای دبیرکل سازمان ملل و برای احمد شهید و نهادهای حقوق بشری جهانی هم فرستاده شده و ترجمه و زیرنویس فارسی هم شده که به عنوان بخشی از سندهای واقعی که توسط یکی از کسانی که خودش اون زمان در جریان این جنایت ها بوده و ناظر بوده، مثلا یکی از سندهای مهم نیست که اون آدم زنده در داخل کشور با جان خودش بازی کرده و این کار رو انجام داده و خودش درخواست کرده که این منتشر بشه. ما با هم میبینیم به اتفاق شما و تماشاگران در ایران میگذره، گوشه بسیار کوتاه محدود از عرصه آنچه که بر مردم ایران شبان روز میگذره، عرصه زندگی مردم میبینیم. خیلی خودهایی که میاد پیشه
همین سوء استفاده ها رو و قبولت ها رو در مورد صدها هزار زن بازمانده از کشورهای والا و با ارزشی که در جنگ برای دفاع از کشور به شکل دیوارهای پشتی به قربانگاه فرستاده شدن مورد سوء استفاده قرار میدهند. بیاریم اگر آن بزرگواران و وطن پرستان از اعماق برادران شما متحده بودن هرگز راضی به این کلشوی آخوندها نمیشدند. پس از دهکتی از زمان قربانیان جنگ و آخوندهای فاسد و بنیادهای جنایت پیشه و دادگاه شاهد جنگیدند و مقاومت کردند و حاضر به قبول ننگ نشدند و پاک منظر باقی ماندند. ولی این ستم پیشگاه فاسد و قواد همچون گرگان گرسنه که به گله برهها میزنند هیچ یک را سالم نگذاشتند. آخوندهای حاکمیت حتی به بازماندگان جان باختگان جنگ ازدواج کردن هم رحم نمی کنند و اکثریت آن را با سوءاستفاده‌های گسترده جنسی مواجه می سازند. آنها همون روش را پیش گرفتند که اطرافشون در حمله وحشیانه به ایران باستان در روبریش زمان ایرانی منتقل شدند. همینطور حاکمیت فاسد و سرکوب و خوبه. آقای اوساندو، دیدیم بخشی بسیار کوچک، سخنان محدود که البته زمان کوتاهی هستش، اما گزارش احمد شهید هم منتشر شده و واکنش مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای جواد لاریجانی و بقیه که آمدن و باز جمهوری اسلامی رو از نظر حقوق بشر یک بهشت زمینی معرفی کردن که در اونجا دیگه باید الگو هم حتی قرار بگیره برای بقیه جهان، به گفته یکی از همین لاریجانی های ریز و درشت که همزمان و همراه با رفسنجانی های ریز و درشت در ایران حاکم هستن. بله بفهم. به این دلیل این گزارش مهم هست که در شرایطی منتشر میشه که در کشور ما کماکان سرکوب ها، اعدام ها و زندان ها ادامه داره و نقض حقوق بشر به بدترین شکلش مخصوصا درباره کارگرا داره عمل میشه. چرا که در گزارش هایی هم که برای دفتر آقای احمد شهید و شورای حقوق بشر رفته همه این مسائل منعکس شده، مثل همین گزارشی که شما یه گوشه خیلی کوچیکش رو تونستید پخش بکنید. ببینید مسئله این هستش که امروز روز حکومت هایی که حقوق مردم خودشون رو رعایت نکنن، به حق و حقوق زحمتکشان، کارگران، زنان، مردان، جوانان، بچه های خودشون احترام نگذارن و پایگاه ملیشون ضعیف بشه، طبیعیه که دستخوش اتفاقات بسیار وحشتناکی خواهند شد و مجبور خواهند شد برن بر سر قراردادهایی بنشینن، امضاهایی بدن و چیزهایی رو قبول بکنن که برخلاف منافع ملی مردم خواهد بود و در آینده خواهیم دید که چه بلایی بر سر همه ما ایرانی ها خواهد آمد. به خصوص وضعیت زحمتکشا و کارگرای ایران که اونها رو از همه حقوق خودشون محروم کردن، سطح دستمزدشون رو به پایین ترین حد رسوندن، اجازه ندادن تشکل‌های صنفی مستقل و سندیکای کارگری قدرتمند تو جامعه باشه و به همبستگی ملی همه ما مردم ایران کمک بکنه، با سرکوب روزمره مردم در اجتماعات، در نشست‌ها، در گردهمایی‌ها، حتی شما می‌بینید کسایی مثل دراویش یا بهائیان که حتی در آیین خودشون دخالت در سیاست رو منع کردن، اینها رو الان به زندان بردن صدها و میبینید تجمع میکنن چند صد نفره، هزاران نفره میان خواهان آزادی دراویش دیگه میشن، جلوی دادستانی میان دوباره سرکوب میشن، کتکش رو میزنن. فیلم ها و ویدیوهاش پخش شد توی فیسبوک، حالا من نمیدونم هفته قبل شما اینا تو برنامه‌تون تونستید نشون بدید یا نه، اگه نه من میتونم یه بخش از اینام در اختیارتون بذارم که توی درمانگاهیه که خانواده های بله پخش داشتیم لتو پار کرد. ممنونم از یعنی میخوام بگم این شرایط نقض حقوق بشر که در گزارش های احمد شهید میاد و به قول شما مسئولین مملکتی زیر پا میذارن و میگن نیست و تازه میگن بایستی مطابق اسلام رفتار شه که اسلام رو هم داعش داره رفتار میکنه که سر میبره، دست میبره، پا میبره
و این وضعیتی است که ما امروز تو جامعهمون و آینده خطرناک کشورمون روبرو هستیم. به همین دلیل است که نقض حقوق کارگران هم در گزارش آقای احمد شهید بهش اشاره شد و همین که امروز کارگران ایران هم از زندگی شرافتمندانه، هم از دستمزد کافی، هم از بهداشت و ایمنی کار، هم از بیمه های درمانی، هم از قراردادهای کار تأمین شده و امنیت شغلی و از همه مهمتر از بازنشستگی خودشون دیگه باز میمونن با این قراردادهای سفید امضا و نقض مقابله نامه های بین المللی کار. به همین دلیل هستش که آینده کشور ما اگر حکومت جمهوری اسلامی بالاخره بر سر عقل نیاد و رو به مردم نکنه و حقوق مردم رو رعایت نکنه مطمئنن شدنی است. شما عناصری میبینید در حکومت به عنوان یک فعال کارگری سندیکایی، یک عناصری که چون این تقاضا یا توصیه رو مطرح میکنید مخاطب شما کی هست، چی هست، چه عناصری رو در حکومت ایران آیا میبینید که بتونه به عقل بیاد آنچه رو که شما اشاره کردین رعایت کنه؟ من مخاطبم از طریق یک شبکه تلویزیونی و زحمتی که شما میکشیدی صدا رو میرسونید مردم ایران هستن که کارگرا، زحمتکشا، معلما، پرستارا، آموزگارا، کسانی که این همه اخبار اعتصاب و اعتراض و تجمعاتی که هر روز هست واقعا وقت نمیشه. همین امروز بیشتر از 15 تا خبر کارگری اعتراضی اعتصابی در تهران در شهرها بزرگ داریم. این صدا من میخوام برسه به مردم. حتما من تا سوال من این هست، من نظر شما رو آقای اوسانلو میخواستم بدونم که من در حکومت آیا حکومت ایران رو به عقل بر سر عقل آمده یا نه شما میبینید یا خیر؟ من شاید چون مطلق گرا نیستم و امیدوار همیشه میشه یک در هزار، یک در ده هزار، به شرطی که خود مردم از پایین تشکیلاتی بشن، باور کنن، باید به میدون بیان. مثل همین چند تا تظاهراتی که در این چند هفته در چیزهای مختلف ما دیدیم، مثل همین دراویش، مثل در حمایت از کوبانی، مثل کارگرای معترض جلوی مجلس، معلم‌ها که اومدن جلو مجلس، کارگرای سنگرود، کارگرانا و اینا متشکل جمعی بشه و همه اینا به حکومت فشار بیارن که حکومت رو وادار به پذیرش حقوقشون کنن. و الان این حکومت خودش بشینه و به حرف من یا درخواست یا عقل سلیمی کار کنه، نه، من این حرف رو به این دلیل بزنم که کمک کنه به این که مردم باور کنه نیروان، نیرومندن، کارگر، کارمند، زحمتکش، در کنار هم اگه قرار بگیرن و بر خواستهاشون پافشاری کنن، سازمان یافته بشن، شاید بتونن یه تجمعات از الان که ده ها هزار ها نفره بعضی جا داره میشه مثل معدن بافق به چند ده هزار نفره برسه و حکومت رو وادار به شنوایی بکنه. فقط از این زاویه میگم، ولو از اینکه خودشون مستقیما به این باور بزنن حقوق مردم رو رعایت کنن، نه. آقای اوسانلوی عزیز، کمتر دو دقیقه وقت داریم، یک دقیقه. خبر آخرین خبر رو درباره رفتگران شمال ایران از شما میشنم. رفتگران عزیز در همه جای جهان مورد احترام هستن، در این آمریکا خوب شما دیدید چه وضعیتی دارن، سندیکا و حقوق بسیار خوبی دارن، چون کار بسیار مهم، مهمترین کار هست، محیط زیست هست در ایران و کشورهای که حکومتهای مثل ایران دارن و وضعیت خوب غم‌انگیزه با کار بسیار گرانقدر و عزیزی که میکنن. کاملا درسته. یک خبری رو برای من فرستادن از طرف سندیکای فلز کار میکنه، نه برای من منتشر شده و خب برای منم اومد، این هستش که کارگران لاهیجان، کارگران رفتگر لاهیجانی و گیلانی که همه قراردادهای کارشون رو به شکل پیمانی درآوردن متاسفانه و حتی لباس کار مناسب به اینها نمیدن، به عنوان که شب نما داشته باشه که شبا دارن خیابونها رو تمیز میکنن، تعداد زیادی از اینها طی ماهای گذشته بر اثر تصادف جان سپردن و یک لیست 6-7 نفره از اسامی اون عزیزان رو هم به اصطلاح توی اون گزارش فرستادن و در سایت فلزکار مکانیک هم منتشر شده و این کارگران گیلانی و نهادهای مستقلی متاسفانه رسمی هم غیر رسمی کار میکنن خواهان ایجاد یک اتحاد و تشکیل وسیع‌تر یک سندیکا برای کارگران رفتگر شدن که بتونن از حقوقشون دفاع کنن، از جمله فقط یه لباس شبنما به اینا بدن که در عین کار و نظافتشون کشته نشن، زیر ماشینا شبا نرن.
سپاسگزار هستیم، با سپاس بسیار، و امیدواریم چنین بشه و امیدواریم روزی روزگاری نه چندان دیر و دور رفتگران ایرانی مثل تمام کارگران ایرانی مثل تمام مردم ایران صاحب حقوق خودشون باشن در زندگی مرفه شایسته‌ای که حاصل کار خودشون هست، حاصل سعیم شدنشون در سازندگی کشور هست، همان گونه که در صدد هستن و مایل هستن برخوردار بشن از حاصل کار خودشون، از سهم ملی خودشون در عرصه ملی و از درآمدهای ملی کشور خودشون، نه اینکه کسانی صاحب میلیاردها دلار گردند اما رفتگر ایرانی، گیلانی، بندر عباسی، هر کجا که هست، این انسانهای نازنین به خاطر نداشتن یک لباس شبنما جان خودشون از دست بدن و خانوادهشون که در جمهوری اسلامی شما بهتر از من میدونید چه بر آنها میگذره. سپاس بسیار از شما آقای حسینلوی عزیز. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، زاگرس، دلهو، تفتان و تا بشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.